آقا درود، امیدوارم که حال تک تکتون خیلی خوب باشه. از تصاویری که در چند وقت اخیر توی فضای مجازی مدام دست به دست میشه و مردم توی شبکه‌های اجتماعی اونها رو بازنشر میکنن، میتونیم تصاویری زیادی از بازیگران، خواننده‌ها، ورزشکارا و بچه پولدارا رو دید که از تیم محافظت و تشریفات یا همون بادیگارد استفاده میکنن و واکنش‌های مختلفی رو شاهد بودیم. شاید براتون جالب باشه که بدونید این آدم‌های تنومند که به عنوان محافظ شخصی فعالیت میکنن برای هر شیفت کاری چقدر دستمزد میگیرن. پس لطفاً ویدیو رو همین حالا لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله خودتون رو روشن کنید و در ادامه با من کوروشی همراه باشید. سن بالای 26 سال، 180 سانت قدر، 100 کیلوگرم وزن، اینها سه ویژگی اولیه برای هر کسی که دوست داره در ایران بادیگارد بشه. فرقی هم نداره بادیگارد تشریفاتی یا بادیگارد رسمی. قد بلند و هیکل درشت شرط اول این کاره. بادیگارد ها توی ایران چند سباهیه که حسابی به چشم میان، از همراهی با مهران مدیری و بهنوش بختیاری تا نزد دادن به کنسرت ها در همه جا دیده میشن. آقای مدیری در مصاحبه ای اعلام کردن که بادیگارد ندارن و هر جایی که میرن سیستم تشریفات برای اونها محافظانی میفرسته. اما در مقابل بهنوش بختیاری، بهار رهنما و چندین خانم دیگه که اصلا معروفیت خاصی ندارن با افتخار به داشتن بادیگارد شخصی به خودشون مینازن. من موندم یکی مثل بهنوش بختیاری که بیشتر باید اسمشو گذاشت نخاله فضای مجازی چه نیازی به بادیگارد داره؟ کسی که تنها هنرش این بوده که توی سریال های مهران مدیری موش میشده یا صدای گربه در میآورده. البته اگه موش و گربه بی احترامی نکرده باشم. یکی نیست بگی آخه تو چه احتیاجی به محافظ داری؟ مردم باید از دست تو محافظ بگیرن بهشون حمله نکنی. به نظر من بهنوش خانم فکر میکنم و تو ذهنش همچین تصوراتی از خودش داره که رفته برای خودش بادیگارد گرفته. ببینیم تصاویرو. تمام با حجاب گوش باشم، فقط بهنوش بختیاری رو زیر نظر بگیر. بهنوش بختیاری کلن آرزو بر جوانان عیب نیست، اما بهنوش جان از شما دیگه گذشته. و اما این بادیگارد ها چقدر در ایران درآمد دارن؟ بسته به اینکه بادیگارد مورد نظر شما تشریفاتی یا حرفه‌ای باشه، قیمت متفاوتی برای خدماتش دریافت میکنه. بادیگارد های معمولی و تشریفاتی ساعتی 100 تا 150 هزار تومان، روزانه 400 تا 450 هزار تومان و اگر ماهیانه بخواید ماهیانه 5 میلیون تومان درآمد دارن. در حالی که حرفه‌ای ها و دور دیده ها معمولا ساعتی 250 تا 300 هزار تومان، روزانه 800 هزار تا 1 میلیون تومان و ماهیانه بین 10 الی 12 میلیون تومان دستمزد میگیرن. خوب آخر ویدیو بدونید که خارج از ایران با کت و شلوار مشکی و عینک دودی و قد 180 و وزن بالای 100 کیلوگرم بادیگارد نمیشید، مگر اینکه دوره‌های آموزشیشو ببینید و پاس کنید. و در حال حاضر داشتن بادیگارد تو ایران هم قانونی نیست. تا ویدیو رو تموم نکردیم اینم اضافه کنم که الگو گرفتن اصلا چیز بدی نیست، اما نه اینکه از چیزای بد الگو برداشتن یا الگوی اشتباه برداشتن. مثلا خوب بازیگرمون حالا که دارن کپی میکنن، حداقل تو بازی، فیلمسازی، فیلمبرداری، جلوه‌های ویژو، خیلی چیزای دیگه کپی کاری کنن، نه اینکه فقط اینو یاد بگیرن برن ساعتی 100 تومن به بنده خدایی بدن که بادیگاردشونو بخونه، اونم فقط و فقط برای شو آف. در کل خوبه این چند تا سلبریتی هم با هم ببینیم که مطمئنن از بهنوش بختیاری، محسن افشانی و خیلی های دیگه شناخته ترن، اما هنوزم گاهی وقتی تنهایی با مترو این برام بر میرن.
نظر شما دوستان گرامی در مورد بادیگارد گرفتن بازیگران ایرانی چیه؟ حتما نظرات و دیدگاهاتون رو برای ما زیر این ویدیو بنویسید و کامنت کنید. با سپاس از همگی شما دوستان گرامی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لطفا اگه از ویدیو خوشتون اومده اونو لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگرم تا حالا عضو کانال پرژن تاپ 10 نشدید همین حالا عضو بشید و زنگوله خودتون هم روشن کنید. با آرزوی بهترین برای تک تک شما دوستان گرامی، امیدواریم که همیشه سالم سرزنده و شاد باشید تا ویدیوهای بعدی. شب و روزتون خوش.